بخون کې مهربانه خدای تعالی پرمو د شمشاد تلویزیون ډیر قدمه لیدونکو په سلامونه ونی کو هلمو هر کلی کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسې او د خوشالۍ څخه وډه شپه مو هم پیل کړې وي. نو دا به هم یو ډیر زیات خوشاله مچې د غزل شپه ده او نن بیا هم نن شپه را سره بخونو کې داسې څوک ده چې موږ تاسو ته به کلی په زړه پورې غزلونه ډالۍ کې او په خپلو غزل به مو ونازوي. هغه ده زوی سالفي چې په اوس وخت کې البته له خپل هیواد څخه بهر ژوند کوي، نو اوس راغلی افغانستان ته خپل وطن کابل جان کې ده. نو موږ سره نن شپه خبرونه کې میلمه ده ابرالدوی څخه نن شپه ښکلي په زړه پورې غزلونه. زوی جان ښه راغلاست، درته په خیر راغلی خبرونه ته. تشکر، خوش باشین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ما به نمایندگی از طرف پدر جانم گل محمد استالفی و نوازنده عزیز که در کنارم است، عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون شمشاد و خوشحال هستم که امشب در برنامه زیبای شما غزل شپه امشب هستم. امیدوار هستم که ما غزل هایی که میخوانم مورد علاقه بیننده های تلویزیون شمشاد قرار بگیره. ډیر زیاته مننه کوم زوی جان سالفی، در ته وایي چې د مسافرۍ ژوند دې څنګه تیریږي؟ شکر الحمدلله میگذره. او یک چیز واضح است که انسان هر طرف که در دیار غربت زندگی کنه میگه هرچه تا خپل وطن کشمیر ده. وطن وطن است، اما شکرانگی خداست الحمدلله. من مدت 4 سال میشه که در آلمان در کشور آمبور زندگی میکنم، در بین مردم خود هستم، در بین افغان های خود هستم. به شکلی که مرا در افغانستان اما شنونده های عزیزم علاقمنده قدر عزت میکنن و در آلمان هم در کشورهای مختلف کنسر دارم استقبال میکنن، تشویق میکنن. شکرگزار هستیم الله جل جلاله. ژوندای اوسې کورودان سلامت اوسې قدر مندین کو زوی سالپی او ده سندرغاړو څخه ده چې ده هم همیشه لایف موسیقي کوي، ژوندۍ موسیقي کوي او لایف سندرې وایي. نو نن شپه موږ هم په غزل کې میلمه کړی د لدوی څخه واورو چې موږ تاسو به په څه باندې ونازوي. نو مهرباني اورو د خبرونو په سر کې له تاسو څخه یو ښکلی غزل چې د لیدونکو سره یې په ګډه وکړو. واورو گرم ندی یار گرم ندی ملنگ جان یار گرم ندی یار گرم ندی ملنگ جان چتن و پی جندل یار گرم نہ راغلا دل رو باپ گلشن سیل دیر یو گل کوی راغلا دل رو باپ گلشن یو گل کوی سی کرم پی ماروز بانو گالا راغا ول کوی سی کرم پی ماروز بانو گالا راغا
ډیر په زړه پورې ډیر خیسته غزلو د مرحوم ملنګ جان. بله بله زرمل جان، موسیقی خو بسیار کار مشکل است، بالخصوص غزل. غزل و غزلای مرحوم ملنګ جان بابا غزلایی است که در قلب تمام شنونده، تمام علاقمندای ملنګ جان بابا و در مجموع تمام مردم ملت افغانستان غزلای ملنګ جان بابا را دوست داره. و من خودم هم بسیار دوست دارم که میخوام که غزلای ملنګ جان بابا را از شاعرای بسیار برجسته کشور خدا باید از بخوانم. امید است که خوب خونده باشم که دوستا مورد علاقه شون قرار نه واقعا چی پزړه پوری و درته چی تاسو خوب فلحال
د هیواد نه بهر ژوند کوی، کله چې هلته کم افغانان چې هلته اوسیږي د هغوی محفلونه کېږي ورځئ، آیا هلته هم غزل غوښتنه در نه څوک کوي؟ غزل وایي چورنه غزل خو همگی آهنگای آرام غزل دوست دارن و ما در محفلای دوستان که میرم، در کنسردان که میرم، مگه یک ساعت ساعت آهنگای شاد و محلی برای دوستا بخونم، باز شنونده ها خواهش میکنم که غزل هم باید بخونم. غزل خو یک چیزیست که اصلا همون مغز و فکر و اعصاب و قلب راحت میساز، آرام میساز، باید بخونم. ستا سنگه در غزل سر مینه پیدا شد؟ ما زنمار جان از ما پدر جانم گل محمد استالفی اونو مالی خان هستن و شاگرد مرحوم استاد امیر محمد که استاد امیر محمد از خرابات است که از استادای برجستان خداوند مغفرت کنه شانه، پدر جانم هم شاگرد استاد بودن و دوست داشتن، هم ملی میخوندن هم غزل میخوندن و ما هم خودم در ابتدا پیش پدر جانم بدن پیش استادم مرحوم امیر محمد ما کار کردیم و زحمت کشیدیم و ما را استادم یاد دادن غزل هم میتونم بخونم، اگه شنونده باشه کلاسیک هم میخونم و محلی هم میخونم. حالا چې تاسو بهر ژوند کوئ، کله چې غزل وایي د خپلې محلي موسیقي سره وایي که د غربي موسیقي سره وایي؟ کوشش میکنم در موسیقی محلی خودم شما یک لذت و یک هوای فضای خاص خود داره، اگر در موسیقی محلی باشه خوب بسیار خوب می باشه و بعضی که در محفلا باشه موسیقی غربی باشه باز دوستا غربی هم می خوانند، همراه موسیقی غربی هم می خوانند. بله، یعنی در خپل محلی موسیقی هم پیدا کیږي؟ آس چرا نیست که ما متاسفانه که در مشکلات این نوازنده عزیز استاد عزیز که در کنار ما هستند یاد او دیار غربت نیستند، اگه این استاد او سرزمین امرای ما باشد دیگه طوفان میشه طوفان. ما متاسفانه که در استاد موسیقی در از نگاه نوازنده یک کم که مشکلات خود داره، چون یکی یک طرف از دیگه طرف از کم است. کورودان سلامت سی خوشاله اوسی بیا هم او رو دخبرنه پا دی برخه که چی بل بده چه غزل در تردالهی که وشی منگلی دون که پیاو زیبا یا غزل دیگر بسیار من خودم امیر دوز دارم امیر خدمت شنونده عزیز خدمت بینده عزیز تقدیم میکنم. مهربانی منگوی هم پگرده لدوستان و سروا خوب است. پس لمرگا چرا زیزم ترسنگا خرد خوری با می جوری وی لرنگا ساحد پار راشی ہو بیالار شا لکھ ساحد پار راشی ہو بیالار شی خدای دیس مرا ولا زمان گل رنگا زپتے پا اغینیم کمجد کا پت خانا دا زپتے پا اغینیم جت کا بت خانہ دا چی جانان پکی اسی کی ہم غزما کا بدا چی جانان پکی اسی کی ہم غزما کا بدا زپدے پا اگے نیم مجد کا بت خانہ
پرستو دینسان خون ریزی پرگ دے دماسا بنیاد پرستو دینسان خون ریزی پرگ دے محبت انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا محبت انسانیت دے محبت لویا سجدہ دا چی جانا پکی اسی کی ہم خاسم کا بدا چی جانا پکی کا بت خانہ دا اول خرات مختور کری بیا مٹی تستر کی بیائی اول خرات مختور کری بیا مٹی تستر کی بیائی زپدا سے جنت سکڑم شدو زخی درواشہ دا زپدا سے جنت سکڑم شدو زخی درواشہ دا چھ جانان پکی اسی گی ہم غازم کا بدا چھ جانان پکی اسی دیر شوجی پورا کری بیا پگیر لاس راخ کو شیر چی دیر شوجی پورا کری بیا پگیر لاس راخ کو دیتن گوری دے عمر چمکی ہر اور اس روش دا دیتن گوری دے عمر چمکی ہر اور اس روش دا چی جانان پکی اسی گی ہم غازم کا بدا چی جانان پکی اسی بدا سپتے پا غینیم کمجد کا بتانا دا سپتے پا غینیم کمجد کا بتانا دا واوا زوی جان ستالفی دا ہم ڈیر کولے پزڑ پوری غزل زپدی په حغینه چې مسجد کعبت خانه ده او چې جانان وکي وسیږي اما غزما کعبه ده کعبه ده زبردست ډیر زیات خوندور او خلیو کې دلیدونکو هم د پام وړ ګرځیدلې وي
او هنری تندی هم پریمات شوی بیا هم مننه او سلامونه هغه دوستانو ته کو چی د غزل سره مینه لري غزل شپ خبرونه ګوري او زمنګ خبرونه ته منتظر یی خدای وکړي چې هم روغ جوړ او خوشاله اوسی او تر دې دمه چې زبیس سالپی کوم غزلونه موږ او تاسو ډالۍ کړل خدای وکړي تاسو هم هنری تند پریمات شوی زوی جان درته وای چی موسیقي سره د آشنایی څنګه پیدا شو زرمل جان را ما خو د خانواده هنرمند به دنیا آمدیم پیشتر یادآور شدم که پدر جانم آوازخوان است هنرمند رادیو تلویزیونی ملی افغانستان یعنی د مکتب د دورې نه چې کله تا مکتب ویلې دا د ځان سره ذهن کې اچول چې ذاتمن سندرغاړی شم زړه کې د بل ارمان نه و چې یا ډاکټر یا انجینر یا برقي یا داسې بل تر اوسه کې پدر جانم هنرمند بود مو کسی که هم پدرش که در خانواده کې به دنیا وای پدرش د هر رشته کې امو رشته باشم امو فرزندشم هم طرف از مو علاقه خود پیدا میکنه چون پدردان ما آوازخان بود ما هم دوست داشتم که ما باید از بخوانم از مو ابتدایی که ما مکتب میرفتم در مو صنف اول دو سه و چهار و پنج و در اینما تو ادامه موسیقی هم علاقه علاقه درس در قلب بود و نمقدر علاقه هنر موسیقی هم در قلب بود میخواستم که ما باید از هنرمند شم و بخوانم کسندرغړی نه یعنی ساز رډ کی داسې کوم دغه وچته یعنی کسندرغړی نه اوس یعنی سو اوسې دلی بیت خب ما غواس خان می بودم دوست داشتم که یک انجینیر باشم یک دکتر باشم و تا بتونم از طریق امی هنرایی که داشتم و خدمت و خدمت وطنای خود باشم و دوست داشتم که خدمت کنم یعنی دا به دومره مشکل نه شه د هنر ترڅنګ سړی یو غاړیو کولای شي چې هم انجینر ترینه جوړ شي هم ډاکټر ترینه جوړ شي نو تا خپل ټول وخت زما په خیال هنر ته ورکړی ده نو ډیر وخت له هنر سره تیروي که تر څنګ یې زده کړې هم کوي مثلا کورس درس تحصیلات ته چې خوندې عالی هم کلی وخت برای موسیقی دادی یا که شان درس هم میخوانی بله ما زرمل جان تا صنف دره در کابل مکتب خود خواندم بعدا چون شرایط افغانستان وضعیت وطن خراب شد و مهاجر شدیم پاکستان رفتیم باقی مانده تحصیلات ما دو سال در پاکستان خواندم چون مسافریت بود دیار غربت بود مشکلات بود دیگه نتونستم که دوست داشتم به زیادتر تحصیلات پیش ببریم اما چون مصرف کارهای هنری بود کارهای موسیقی خود شدم مصرف کارهای موسیقی خود بودم تا صنف 12 تحصیلات خود پیش بودم خواندم بس دا هم د خپل هیوادوال لپاره یو خدمت ده چې تی کوي د خپل هنر د لارې نه ورته خدمت کوي کور دی ودان سلامات او خوشاله اوسې بیا هم اورو خبرونه په دې برخه کې تاسو خو کلی غزل چې دا به چا غزل وي شاعري به چا وي په ګډه وي دلیدونکو سره وایم این غزل است که استاد ایوب خواندن ما هم دوست دارم که میره برای شما و به شنونده عزیز بخوانم غزل است از سیلاب استاد است شاعرش از سیلاب بالکل نو موږ به هم ستا پنجره کې وارو دلیدونکو سره یو ځای مهرباني قسمت انسان تا ار چرتا رسیگی گویا لکا دی ازل نباد لیگی خپل قسمت در سر مل دی ملنگ جانا نسلا دیا بلا گیل کی گی لیوانی می نکرو ماشنا دی بیا بانو سارا پرک دی چی گرزم لیوانی پغرونو لیوانی می نکرو آشنا ته بیا بانو سارا پرګدی چې ګرزم لیوانی پغرونو پرګدی چې ګرزم لیوانی پغرونو
ورته غرونه ګړنګونه ښکاري د مینې محلونه اوس راته غرونه ګړنګونه ښکاري د مینې محلونه را پسر کې ګټه وهما د جانا نصرا پرګ دې چې ګرزم لیوانه پغرونو د را پسر کې ګټه وهما د جانا نصرا پرګ دې چې ګرزم لیوانه پغرونو لیوانه مې نه کړو ماشنا دې بیا باندې سرا پرګ دې چې ګرزم لیوانه پغرونو چګرزم لیوانه پغرونو چاد شوغ نظر دلاسا گرزم د غم د غرد پاسا د شوخ نظر دلاسا ګرزم د غم د غرد پاسا د تصور پټال زنګي ګم د خپل ځان سرا پرد چې ګرزم لیوانه پغرونو د تصور پټال زنګي ګم د خپل ځان سرا پرد چې ګرزم لیوانه پغرونو لیوانه مې نه کړو ګرزم لیوانه پغرونو پرګټ چې ګرزم لیوانه پغرونو جڑی کی وڑ سلگے میں نہ اتری گی گرا نا سیلا بدرا رات جڑی گی سلگے میں نہ اتری گے آخر بلار شم لا دنیا نہ لا ارمان سرا پرگ چگرزم لیوانے پغرونو آخر بلار شم لا دنیا نہ لا ارمان سرا پرگ چگرزم لیوانے پغرونو لیوانے میں نکڑو ماشنا دے بیا بانو سرا پرگ چگرزم لیوانه پغرونو لیوانه مینه کړو ماشنا د بیا مانو سرا پرګ چې ګرزم لیوانه پغرونو پرګ چې ګرزم لیوانه پغرونو
واه واه زبی جان سلفی دا هم ډیر خپل او لیونی مې کړم آشنا د بیابان سره پرېږ د چې ګرځم لیونی په غرونو لیونی په غرونو تر اوسه پورې په غرونو ګرځېدلې شاعر ده نو خو شعر ده ښایسته لیکنه یو تصویر پکې پروت ده ښکلی و ډېر زیات مننه کوم زبی سلفی دا به راته وایي چې ته خو ماشاءالله پښتو کې مې غزل ده چې تر دې دمه ویلې ماشاءالله ډېر پکې وارده وې ښه وې او ډېر ښه مخته لاړې تر دې دمه پورې در چې د پښتو په برخه کې د استاد څوک ده او د دري په برخه کې د استاد څوک ده خیر باشین مرا د قسمت آهنگای شعرهای فارسی از شاعرهای مختلفه میخونم و شعرهای فارسی را خودم در خانم انتخاب میکنی؟ انتخاب میکنم از شعرهای مختلفه و در قسمت پشتو براتون یادآور شم من در مثال 2012 کنسر داشتم یک بار اروپا امرای هنرمندا اوجا دعوت شدم رفتم تقریبا دو ماه بودیم و در کشورهای مختلف کنسر داشتم اما پشتو بسیار زیاد دوست داشتم که بخونم و طرفدار آهنگای پشتوی ما شما زیادتر هستند در تمام ولایت افغانستان بلکه در خارج از کشور می خوندم اما تو درست نمی فهمیدم باز من افغانستان دوباره که آمدم تلفظ صحیح کردم همین تلفظ شد درست نمی تونستم باز من همینجا آمدم افغانستان که آمدم استادم میروی جان حسرت ماما میروی حسرتم بسیار زیاد دوستش دارم همیشه در قلبم است همراهی من بسیار زحمت کشیده که انشالله که مال میتونم پشتو رو درست بخونم و شنونده ها کیف کنن لذت ببرن در قسمت غزلیات و پشتو مامای میروی جان حسرت مرا بسیار زیاد کمک میکنه و در آلمان هم که میباشم از افغانستان همراهی من به تماس هست و شعرها رو همراهی من کمک میکنم مرا زیاد در قسمت پشتو کمک میکنم و کمک کردن واقعا چی من نه کو صد محمد خجتا سره کومک کوي او د پښتو په برخه کې بل خصوص کومي غزل چې ویلي بس د صد محمد کاری او سیستم کاری ولا نو واقعا خوند وکاو بس هنرمن هغه څوک د چې هغه په هر ژبه سندري وي ځکه د هر ژبه د پاره د هر قوم د پاره یو سندرغاړي ده نو هغه په پښتو وي که په دري وي که په زارګي وي که په وزبکي وي نو هنرمن باید دغه سی وسی دغه توانایي ولري نو ماشاءالله تاسو هم نور بم سره کوشش کوئ نور بم سره مخته ځئ یعنی تر دې دمه دې چې کوم غزلې مونږ دوستانو ته ډالۍ کړې واقعا چې څه کمیو کاستی پکې نه وو ښکلې وې نو بس الله دې تل همداسې بریالۍ لره ژوندی اوسئ قربان دشم ولې غزل استاد مرحوم رحیم استاد غمزده را بسیار دوست دارم که ای پارچهش خودشان خوانده خداوند مغفرت کنه شانه این پارچه‌ش ما خودم شنیدیم از سبتای بسیار قدیمیش است امیر خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون شمشاد تقدیم میکنم دغه بابا ورو اوران دی بکی لکه سنگل دی چی دستر نه شروع کړی د البته یعنی د نن څخه 100 کال مخ کی د هغه سندرغاړو سندری تاسو بیر توایا دا تا اوریدل دی اوس کده د نوم سندرغاړي شاعر سره آشناوي دوسر څنګه آشنا شولې دي سندر سره څنګه دي خوښ شولې چې دا وای دوای زرمل جان کان ما غزلیات استاد را دوست دارم و از مرحوم رحیم خمزاده را غزلیات شاهنگای بسیار متقدمی شکر از تلویزیون ملی باز وقت نشر میشه باز ما میشنوم ایر از سبت شاس که در تلویزیون ملی است یوانگ شما شنیدین دوست دارم که بخونم با شما یعنی انتخاب دیم دیر لړ ده مننه کو کور ودان سلامات سی نو بیا هم اور لو تاسو خمیر ونی معشوقه خرسال چی داند رموز عشق معشوقه خرسال چی داند خونی
عاشق را مثال شیر مادر میخورد. زخمی بوسی گرکنم غم دیجران خوستانتا میره شب یارمم. زخمی بوسی گرکنم غم دیجران خوستانتا میره شب یارمم. خوستانتا میره شب یارمم. زخمی پوزی گرکڑو غم دیجران پرسانتا میرے شا یارن. زخمی پوزی گرکڑو غم دیجران پرسانتا میرے شا یارن. پرسانتا میرے شا یارن.
زبیجان سالفی بسیار مقبول. زنده باشی زلما جان، سلامت باشی قربان دان. تو یکان نظر فارسی هم رای ما صحبت کن که ما سخنهای تب خودتر میکنم. خب فارسی هم رای تان صحبت میکنم. خودتر به نام خسته نشد چی میگه؟ شیر شکر شد که یکان تا یک غزل که فارسی، یکان صحبت های فارسی. آها درست هست، مشکل نیست. دوستا برنامه شب غزل است، مهمان برنامه از زبیجان استالفی است. قربانت. غزل های پشتو رخان، حالی میخوایم یک غزلی فارسی هم سرش بخوانم. بخیر باشین. خب پیش از اینکه تو بری غزل فارسی را بخونی و ای را بر ما بگین، تو که مسافر بودی برنامه غزل سعی میکردی، او جا چی احساس میکردی که یک روز ما هم خواهد افغانستان رسم در این برنامه اشتراک میکرد؟ زلما جان، برنامه غزل شپه و غزل امگی جا دوست داره، امگی یکی از علاقه مندهای برنامه شما و خودم هستم که برنامه شما را همیشه در اوجا تقدیم میکنم و همه افغانهای ما در اوجا هستن زیادتر برنامه غزل دوست دارن و علاقه مندهای برنامه شما زیادتر و بیشتر از در اوجا و خودم هم دوست داشتم، میگفتم انشاءالله که یک روز شوه که بخیر وطن برم و در برنامه زرمل جان در برنامه شپه و غزل دعوت شوم بتانم تا به دوستا بخونم. انشاءالله خوشبختانه که امشب همون شب است که اینا در کنار شما هستم و به دوستا میخونم. ما هم خوش هستم همراهی ما هستی. یک بار دیگه هم آمده بودی خو خیر قسمت یاری نکرد، پس رفتی. برنامه غزل هم تو ما نگفتم باز دیگه دفعه که آمد بخیر باز برنامه رو میگیریم همراهیشان. یعنی برنامه غزل رو گرفتیم بخیر. داخیر به دوستایی کدام گفتنی داری؟ به افغانایی که مسافر است داخل کشور است. سلامت باشین، بخیر باشین. در آخر همین فقط از تمام علاقمندان عزیزم تشکر میکنم، از نوازنده عزیز، استادای عزیز که با ما نواختن جهان سپاس و امی امید داریم همه افغانای ما امی آرزو رو داریم که وطن ما یک صلح و آرامی سر تا سری حاکمیت پیدا کنه در کشور که تمام هم وطنای ما که در دیار غربت هستن دوست دارن همگی تشنه وطن هستن تا بیان بخیر در وطن خود زندگی کنیم، در با هم باشیم، در بین مردم خود باشیم. امی آرزوی همه ملت افغانستان و خصوصا آرزوی خودم است که همیشه در وطن باشیم و وطن ما آرام باشه. بسیار تمنون کو زویجان سلفی چراغلی خبرم که در سر برخ وقت سلا قدر من دیدون کله تاسو هم نړی مننه کو چی د خبرې تر پای شی بوم زمنګ ملتیا وکړه او د غزل شپ خبرونه په ډیره زیاته مینه له شمشات لیزن څخه ولیدل او خپل غزلونه مو اوریدل. تر بیا هم تاسو ټول بلوی او بخون کې مهربان خدای سپارم د افغانستان په هر ګوټ هر ولایت هر ځای کې چې هستې ټول د خوشحالۍ څخه ډک شپې ورځې غواړم. خو د زوی سلفي څخه اورو یو فارسي غزل چې موږ تاسو پرې ونازوي. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان، خوشحاله اوسئ، مهرباني. این قافله و مار و مرجب می گذرد آشیرین من در یادم است که با طرف می دریاب دمیز که با طرف می گذرن ساقی غم فردای عری فوچی خوری جان من پیشار پیال را کشم می گذرم کاری خیشه
جانے مینو ساتا گار خانی وگر دار وے در پہ شان گار جانے قربان چمم وعدہ داری کو I'm
بابو بو شانگار جانے بدل اکنون دلت مبارک باشد دیده جانی من قربان چوم وعده داری کن شوام عجب نگاری مستی مهمانت شوام عجب نگاری